بسم الله الرحمن الرحیم. دانش آموزان عزیز سلام، امیدوارستم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین. سید رضای هاشمی هستم با کیمیای صنف 11 در خدمت شما عزیزان. ما در درس های قبلی در مورد تعاملات تیزاب ها و القلی ها خوانده بودیم. اگر یادتان مانده باشه که در مورد تعاملات تیزاب و القلی گفته بودیم که وقت تعامل میکنن بر ما نمک میسازن و در کنارش آب تولید میشد، نه؟ و در حالا تیزاب اگر عضوی می بود یا مثلا غیر عضوی می بود فرق نداشت، در هر دو حالت امی نمک و آب تولید می شد معمولا، و در کنار از این یک اندازه هم گرمی آزاد می شد. یعنی میشه یاد کی مونده بود که امی گرمی رو ما به نام چی یاد می کردیم؟ به نام گرمای خونسا سازی، و این مقدارش در تیزاب ها و القلی های قوی 13.7 کیلو کالوری بر مول بود. ما به ادامه درس های خود، البته در درس امروز هم ما در قسمت موضوعات در ادامه تعاملات خود تیزاب ها و القلی ها میخوانیم، البته بخش تعاملات کاملا خلاص است. موضوعاتی که قرار است بخوانیم یک بخش به نام عیارسازی یا تتریشن میگن، اینو میخوانیم. تعیین غلظت و حجم تیزاب و یا القلی توسط تتریشن هست که ما چطور میتونیم در حقیقت که در عیارسازی ما اینمی غلظت نامعلوم را چطور پیدا میتونیم و یا حجم را، و معرف های تتریشن یا همون که اندیکاتور میگن شایم یا چی هستن. اول میاییم عیارسازی. میگه عبارت از علاوه نمودن قطره قطره تیزاب بالای القلی و یا القلی بالای تیزاب می باشد. ما قطره قطره بندازیم تیزاب را بالای القلی یا القلی را بالای تیزاب که جهت تعیین غلظت نامعلوم تیزاب و یا القلی استفاده می شود. ببین در حقیقت فکر کن ما یک تیزاب داشتیم لیبلش کنده شد، یا یک القلی داشتیم لیبلش کنده شده. خب ما این حال مطمئن هستیم که مثال اینمی تیزاب است، غلظت ازی از یاد ما رفته. خب ما اینو میاریم پیش یک لابران، در لابراتوار میگیم او برادر اینمی امی غلظت ازی ما فراموشم شده، ایرا مگو طرف بندازم خوب نیست، پیسه سرش دادیم ما و شما که پیسه دادیم خور میخوریم هرچی که بود، ولی تیزاب باز نخورین، تیزاب از بین میبره، البته تیزاب های عضوی غیر عضوی. میگیم امینه بر ما غلظتش پیدا کن که غلظت از این چقدر است. میگیره فرض کنی تیزاب است، غلظت نامعلوم داره، القلی که غلظت معلوم داشته باشه میگیره و میتونه ایره بالا از این قطره قطره بندازه، و با یک تکنیکی که حالا باز اینجا میبینیم غلظت نامعلوم را به ما پیدا کنه، بگه که چقدر میشه. این هدف از تتریشن در حقیقت امو است که غلظت رو پیدا کنیم. تصویری که میبینین امی است، یعنی یک جای شما یک مقدار فرض که تیزاب دارین، بالایش القلی رو قطره قطره مندازین، یا توسط مثلا یک پپت مندازین شه، یا توسط یک بیوریت مندازین شه، بیوریت فرق نمیکنه، به هر ترتیب میتونیم که استفاده کنیم. ما و شما در اینجا یک مدل رو ببینین، قطره چکان رو میگیریم، غلظت نامعلوم رو مثلا ما در اینجا مندازیم، این concentration of unknown یعنی که امون غلظتش نامعلوم است، ما در اونجا انداخته میشه، نمیفهمیم غلظتش چند است، در داخل از دیگه غلظت معلوم رو انداخته بودیم. خب این میتونه که برای ما و شما یک فرض کو یک من حیث یک تتریشن یک القلی باشه که غلظتش معلوم باشه، او رو بگیریم بیاریم و بندازیم در اینجا. وقتی که این به حساب عیارسازی شد، خونساسازی کامل صورت گرفت، باز ما و شما میتونیم که بیاییم محاسبش کنیم. دستگاه ها رو برای شما معرفی کرده، ما و شما ایره پپت میگیم و ایره بیوریت میگیم، ای ایرلن مایر هست، unknown solution یعنی امو محلول که غلظت نامعلوم داره، در حقیقت ما نمیفهمیم چقدر هست، در اینجا مندازیم و باز از روی از این میبینیم که چقدرش مصرف شده، قطره قطره بالای از این مندازیم، و به این ترتیب ما و شما میتونیم که باز بیاییم او را پیدا کنیم که چه رقم غلظت چند میباشه. یک نکته باید داشته باشین، امی عملیه تتریشن به دو طریقه صورت میگیرد، دو طریقه برای تتریشن داریم، یکی توسط پی اچ متر است،
یکی هم توسط معرف های مخصوص است که نامش اندیکاتور است. در حقیقت ما و شما زمانی که می خواهیم غلظت نامعلوم را پیدا کنیم، علاوه نمودن خود امو محلولی که حالا معلوم باشه اگه بالا گرفتیم یا نامعلوم را بالا گرفتیم، بالای محلول دیگه قطره قطره علاوه میکنیم، تا زمانی که پی اچ محیط، پی اچ داخل ظرف مساوی به 7 شود، که یعنی نشان بده خونساز. به خاطر که ما بفهمیم امی پی اچ داخل ظرف از کجا، بفهمیم که نمی 7 شد یا نشد، یا پی اچ متر داخل ظرف میمانیم، یک روشش که بفهمیم تتریشن کامل صورت گرفته یا نه. یک روش دیگهش معرف است. معرف یک ذره سخت است کارش، که پی اچ متر کار ساده تر است. یعنی هدف پیدا کردن پی اچ 7 است. شما این تصویر را میبینین، این یک پی اچ متر است. در اینجا عملیه تتریشن صورت میگیره، از اینجا غلظت نامعلوم را کم کم مندازن، پی اچ متر را آورده داخل از این مانده. حالا دستگاه در اینجا بر ما پی اچ را بسیار بلند نشان میده، 11.62. قطره قطره بالا از این مندازن این القلیس فعلا مندازن تا این مثلا شبه 10، باز شبه می رقم 9 7 8. وقتی 8 شد نزدیک 7 است، باز دیگه قطره قطره نمندازن، دیگه بستش میکنن. این یک چند لحظه شور میتن، بعد از گذشت یک مدت زمان کاملا تعامل صورت میگیره، این خود به خود 7 میشه تقریبا. همین 7 که شد میفهمن که محیط خونساز، میبینن که چقدر مصرف کردن، و باز یک فرمول داره که از اونجا باز میتونن که بیاین و بدست بیارن. میشه نکته دوم رو باید داشته باشین، در عملیه تتریشن علاوه نمودن تیزاب بالای القلی و یا برعکس آن را تا زمانی ادامه میدهیم که پیچ مساوی به 7 باشد. ما این رمیال دو بار گفتیم، تا پیچ 7 نشده ما علاوه نمودن را انجام میدهیم. اگر پیچ از 7 پایین شد، بالا شد، در حقیقت ما نتانستیم که درست غلظت نامعلوم را پیدا کنیم. پس باید پی اچ مساوی به چند باشه؟ 7 باشه. آفرین. خب حالا ما فهمیدیم که در عملیه تتریشن یک عملیه لابراتواری است، قطره قطره تیزاب بالای القلی مندازیم یا القلی بالای تیزاب مندازیم. هدفمون به دست آوردن غلظت نامعلوم است. بعد از اینکه ما فهمیدیم که پی اچ 7 شد، پیچ وقت 7 شد، باز میاییم تعیین غلظت و حجم را میتونیم که انجام بدیم. بعد از این که میگه عملیه عیارسازی ختم گردید، یعنی چی؟ یعنی پیچ مساوی به 7 شد. با استفاده از فرمول زیل میتوانیم غلظت نامعلوم را پیدا کنیم. پی 1 ضرب سی 1 ضرب وی 1 مساوی به پی 2 ضرب سی 2 ضرب وی 2. در کتاب مکتب پی ها را نگرفتم. ببینید دوستا، پی ولانس مؤثر فرق نمیکنه در دو طرف، سی غلظت، وی حجم. اناله یک طرف را مخصوص برای تیزاب بگیرین، فرق نمیکنه این سمت یا اون سمت. یا اگه ایسون تیزاب گرفتین، این سمت کامل برای القلی بگیرین. ولانس تیزاب، غلظت تیزاب، حجم تیزاب. ولانس القلی، غلظت القلی، حجم القلی، کلش مقصد به یک سمت میگیرین. باز میتونین بیاین مثال ها را حل کنین. ما و شما یک مثال در کتاب داریم، میاییم مثال کتاب را با هم حل میکنیم. میگه اگر در یک عملیه تتریشن برای خونسا نمودن 20 میلی لیتر محلول سدیم هیدروکساید با غلظت 0.3 مولار مقدار 30 میلی لیتر محلول HCl مصرف شده باشه، غلظت HCl چی اندازه میتونه که باشه؟ ببینین حل کرده در اینجا، باز هم من میخواهیم برم به سمت تخته و با استفاده از تخته همین مطلب را برای شما ازا حل کنیم. ما یکی از مواد ما هست سدیم هیدروکساید، دیگه مواد ما هست HCl. در سدیم هیدروکساید اولین گپی که میاد تا نره باید امی پی یا ولانس مؤثر فرض کنید 1 میگیریم، اینو پیدا میکنین. پی
ولانس مؤثر در القلی ها اینی است، تعداد OH. در تیزاب ها تعداد هیدروژن چند تا داره؟ چند تا OH داره؟ آفرین، یک دانه. از طرف دیگه برای ما و شما مقدار را، حجم را داده بود، فکر کنم گفته بود 20 میلی لیتر و غلظت هم داده بود. غلظتش هم اگه اشتباه نکنیم گفته بود که 0.3 مولار. حالا ولانس مؤثر در تیزاب را اگه بخوایی در نظر بگیری، در تیزاب هم ولانس مؤثر که حالا او را یک گرفته میری دو میگیریم، یک است چون یک تا هیدروژن داره. حجم تیزاب که مصرف شده باشه، بر ما در کتاب گفته که 30 میلی لیتر مصرف شده و گفته شما همین غلظت از زیر پیدا کنه. باز در نظر داشت اینمی معلومات ما فرمول داریم، P1V1 مسایی P1V1C1 مسایی به P2V2C2. ما اینجا C2 نامعلوم است، اول امیره میگیرم P2 ضرب C2 ضرب V2 فرق نمیکنه، مسایی به P1 ضرب C1 ضرب V1. حالا اگه کس از شما پرسان کرد در فرمول خو ایس هم P1V1 داری یا P1C1 باز V1 داری، ایسونش خو باز P2V2 است، چطور جای زیر تبدیل کردیم؟ میگیم چی پروا داری، خو مساوات است. حالا پلی ترازوست، دو تا پلی ترازو ما مثلا میگیریم جای زیر تبدیل میکنیم که نباید در ترازو تغییر به وجود بیانه، بیام چون مساوات است هیچ فرقی نداره. قیمت گذاری میکنیم، P2 چند است؟ 1 ضرب C2 چند است؟ نمیفهمیم، نه خود C2 ضرب V2 چند است؟ آفرین، 30 میلی لیتر. مسایب P1 چند است؟ خود 1. اگه 1 نوشتم نکنیم پروا نداره. C1 چند است؟ 0.3 ضرب V1 هم هست 20. واحداتش اصلا نموندم، همی واحدام پاک میکنم، بیا از واحدات باز اختصار میشه، هیچ ضرور نیست بانیم. خب اینی مساوات است، یاد تا نره، هرچی که قابل اختصار است اختصارش میتونی، ریاضی زیگه کارش کن. خب 1-0 ازی کدی 1-0 ازی قابل اختصاره، 1-0 با 1-0 قابل اختصاره. خب 1 با 1 اگه نباشم پروا نمیکنه. اینجا ما داریم C2، اگر 3 رو به این سمت بیاره میره به مخرج، 1 ضرب 0.3 خود 0.3 ضرب 2، یک دانه 2 داریم به اینجا، و اینجا هم 1 ضرب 3 میشه خود 3. اینا رو شما میتونین که اگر اختصار میشه باز اختصار کنین، بله اختصار میتونم، 1-3-3 0.3 خودش اینی هم 1-3-3 مخرج ما شد 1، صورت ما 0.1 ضرب 2 چند میشه؟ آفرین، 0.2. و چون غلظت مولار از غلظت از زیرام مولار ما و شما میمانیم، اینی شد غلظت تیزاب ما و شما که آمدیم و بدست آورده میشه. بسیار ساده میتونیم به این ترتیب مثال ها را کار کنیم. مثال بعدی داریم، میگه که اگر در یک عملیه تتریشن برای خونسا نمودن 20 میلی لیتر محلول سدیم هایدروکساید با غلظت 0.3 مولار و مقدار 30 میلی لیتر محلول سلفوریک اسید H2SO4 به مصرف رسیده باشد، غلظت سلفوریک اسید چقدر خواهد بود؟ باز هم همی مثال را میاییم با همدیگه اینجا در تخته کار میکنیم، معلومات را از روی سلاید میخوانیم، در تخته یاد داشت میگیریم. یک طرف داریم ما و شما سودیم هایدروکساید، یک طرف دیگه داریم H2SO4. سودیم هایدروکساید اول ولانس مؤثرش، چون تعداد H1 است، ولانس مؤثر چند میشه؟ آفرین، 1. بعد از او حجمش V1 در کتاب بر ما گفته که 20 میلی لیتر و غلظتش C1 گفته 0.3 مولار. حالا میاییم بر معلومات H2.
در اینجا بر ما گفته که مقدار، خب اول پیدور پیدا کنیم، راستی ولانس موثر ببخشین، بعدش ویدور پیدا میکنیم. ویدور در کتاب داده، ما از روی ازو میگیریم 3 میلی لیتر و غلظت را گفته که شما پیدا کنین. ببینین دقیق، پیدو، پیدو در اینجا هست تعداد هیدروژن. چند تا هیدروژن داری؟ 2 دانه. آفرین. پس پی دو هم ولانس موثر ما و شما هم باید چند شوه؟ 2. متاسفانه در کتاب مکتب وقتی فرمول بر ما و شما داده فقط گفته سی یک وی یک مساوی به سی دو وی دو. در فرم کانکور بازمو البته آمده. اگه خود فرمول تتریشن را از شما خواست در کانکور، شما یا یک قسمی میگیره نیشه، میگین سی یک وی یک مساوی به سی دو وی دو، یا میگین ان یک وی یک مساوی به ان دو وی دو. یعنی مربوط، منظور از ان، منظور از سی غلظت است. اینی از کانکوریش. اما اصل فرمول اینی است، پی یک وی یک سی یک مساوی به پی دو وی دو سی دو. خب ما اول اینجا میگیرم، چون حالا فعلا ما سی دوی منام شخص ماندیم، پی دو وی دو سی دو مساوی به پی یک وی یک سی یک. پروا نمی کنه اصلا، پیشترم گفتم مساوات است، قیمت گذاری فقط مانده. پی دو چند است؟ 2 ضربه. وی دو چند است؟ سی. سی دو هم نامعلوم، مساوی به پی یک چند است؟ 1 ضربه. وی یک چند است؟ 20 ضربه. سی یک چند است؟ 0.3. بسیار خوب. حالا دیگه ساده بسازین، هر رقمی که خودتان مهارت دارین. من میگم 1 2 2، 10 2 20. درسته؟ فرق نمیکنه، هیچ پروا نداره. من میایم میگم 30 ضرب 32 خودش 1 ضرب 10 10 ضرب 0.3 میشه 3. درسته؟ حالا 32 مساوی میشه و اطراف تقسیم 30 میکنم، ایرام تقسیم 30، ایرام تقسیم 30، ای 30 با ای 30 خلاص میشه، میمانه اینجا 3 بر 30. 3 بر 30 یعنی 1 بر 10. 1 بر 10 میشه 0.1. واحد مولار بود، بر ازیام مولار میمانیم. یعنی به این ترتیب تانستیم که غلظت نامعلوم را بیاییم و پیدا کنیم. اگه ما از فرمول کانکوری کتاب میرفتیم، اگه فرمول کتاب میرفتیم بازی جواب نمیکشید البته. یعنی برای محاسبه ما از فرمولی که ما گفتم کار کنین، اما اگه خود فرمول تنها از شما در فرم خواسته بود، فرمولی که در کتاب است را نوشته کنین. میریم به بخش دو، معرف های تتریشن یا اندیکاتورها. اندیکاتورها عبارت از موادی هستند که در محیط های تیزابی، القلی و خونسا تغییر رنگ کنند. این هر چیز که بتونه رنگ خود تغییر بده معرف است. ببین یک معرف در خانه داریم، چای سبز در محیط تیزابی بیرنگ میشه. چطور؟ یک گلاس چای سبز بانین، یک ذره یک لیمور داخلش بشپلین، لیمور داخل چای سبز چی رنگ میشه؟ آیا بیرنگ نمیشه؟ این رنگ چای چرا از بین رفت؟ چون در محیط تیزابی لیمو تیزاب است. چای یک اندیکاتوری است که رنگ خود از دست میته. پس اندیکاتورها موادی هستند که در محیط های مختلف، یعنی تیزابی، القلی و خونسا، رنگشان چی کنه؟ تغییر کنه. و یا اینکه رنگ محیط تغییر بتن، خودشان اگه تغییر نکرد رنگ بسته محیط تغییر کنه. مثل که وقتی که داخل چای لیمو مندازین، بسته محیط سفید میشه. و تو نیست که قطرات لیمو که داخل از مفته، فقط قطرات لیمو رنگ سفید رو به خود بگیره، کلن سفید رنگ میشه، بیرنگ میشه، به یک نحوی سفید هم نمیتونیم بگیم. دستبندی معرف ها، کلن معرف ها به 3 دسته تقسیم میشن دوستان. یک معرف های دسته اولی است. این معرف ها در پیچ مساوی به 7 تغییر رنگ میتن، یادتون نره؟ در پیچ چی؟ مساوی به 7. معرف های دسته چندم؟ اول. معرف های دسته دوم در محیط های پیچ پایین تر از 7، کمتر از 7 تغییر رنگ میتن. معرف های دسته سوم در پیچ بالاتر از 7. قبلا خواندین پیچ 7 یعنی محیط خونسا. خیلی معرف های دسته اول
در معرف‌های محیط خنثی، معرف‌های دسته دوم پی اچ پایین تر از 7 یعنی تیزابی، معرف‌های تیز خاصیت تیزابی دارن، در محیط تیزابی تغییر رنگ میتن و معرف‌های دسته بالا در محیط القلی تغییر رنگ میتن. اگر شما سوال شوه مناسب ترین معرف‌ها برای محیط تیزابی میگیم دسته دوم، برای محیط القلی دسته سوم. اگر گفتن تیزاب هم خوب صحیح قوی است، القلی هم خوب قوی است، کدام معرف استفاده کنیم؟ میگیم دسته اول. هر دو قوی است، دسته اول استفاده کن، چون قوی قوی خود بیخی خونسا میکنن، هفت میشه. اگر گفت نه هر دو ضعیف است، بگو بازم خود خوب صحیح خونسا میکنن از دسته اول. اگر گفت تیزاب قوی است، القلی ضعیف، خونسا سازی صورت میگیره، کدام معرف از کدام دسته استفاده شوه؟ میگیم نال دسته دو. تیزاب قوی است، خیلی پی اچ حتما پایین تر از 7 میشه. باز اگه گفتن نه القلی قوی است، تیزاب ضعیفه، خب میگین حالا خب القلی که قوی است پی اچ بالاتر میشه. خیلی از دسته سوم از معرف هایش ما و شما استفاده میکنیم. شما در اینجا دقت کنین دوستا، ما و شما یکی توسط پی اچ متر گفتم میتونیم بیاییم امی در حقیقت پی اچ را محاسبه کنیم که بسیار عالی بسیار خوبش به صورت مقداری میتونیم به دست بیاریم شه. یکی هم توسط اندیکاتورها ما میتونیم پی اچ امی سلوشن یا محلول محاسبه کنیم. اندیکاتورها در حقیقت موادی هستند که در پی اچ های مختلف رنگایش مختلف میشه. یک پی یک به اصطلاح رنگ کلی به می ترتیب می باشه. در پی اچ 0 رنگ سرخ میشه شما دیدین، و در پی اچ های دیگه رنگشون به این ترتیب تبدیل شده میره تا به رنگ بنفش. رنگ بنفش پی اچ 14 یعنی محیط القلی میتونه باشه. در محیط خونسا پی اچ امو لتمس به اصطلاح امو رنگ سبز رو به خود نشان میده. اینا در حقیقت امو اندیکاتورهای یونیورسال میگن نشانه. در پی اچ های مختلف تغییر رنگ میتن از 1 تا 14، در هر کدامش یک رنگ خاص رو از خود نشان میده. محیط تیزابی 1 و 2 تیزاب قوی رو نشان میده برای ما. اگه پی اچ 1 هم بود قوی است، 2 هم بود قوی است. اگه پی اچ 7 بود یعنی محیط خنساس و یونیورسال اگه باشه، اندیکاتور یونیورسال رنگ سبز رو در بر خود میگیره. و اگر پی اچ 14 باشه و حتی 13 هم اگه باشه، این القلی است و این القلی قوی است. اینجا به ما و شما ایره آمده و نشان داده. پس یادتان نره پی اچ متر در حقیقت ببخشین اندیکاتورها از جمله لتمس میتونن با رنگ های مختلف تغییر کنن. لتمس میتونه رنگ سرخ را در محیط تیزابی از خود نشان بده و اما در پی اچ های پایین تر از 7، و اما لتمس اگر رنگ سرخ داشته باشه، لتمس سرخ در محیط القلی رنگش آبی میشه در پی اچ های بلندتر از 7. و در این ترتیب فینول فتالین است. در فینول فتالین در پی اچ هایی که در اینجا القلی قوی باشه، تیزاب قوی باشه، خنثی‌سازی صورت بگیره کاملا، اول رنگش بنفش است در محیط القلی تا ارغوانی است، در محیط تیزابی و خنثی میشه بازی بیرنگ. خب ما و شما اینجا هم یک جدول رو ماندیم، مثلا اینجا ما و شما داریم میتایل اورنج. میتایل اورنج در پی اچ های پایین رنگ سرخ دارد، در پی اچ بالاتر رنگش زرد است. محدوده تغییر رنگ شده برای ما و شما در اینجا نشانی ها میتایل رد در پیچ های پایین تر رنگ در پیچ پایین رنگ سرخ داره، در پیچ 7 رنگ زرد را به خود میتونه داشته باشه. اینی پیچ متر، اینی اندیکاتور ها اندیکاتور هایی هست که از 7 به پایین تغییر کرده. اینی ها کلش محیط دسته دوم است. این اینجا دسته اول است، اینی ها دسته سوم است. خب دانش آموزان عزیز، ما در اینجا داریم سودیم هایدروکساید، سودیم هایدروکساید که یک القلی هست و خب یک میله شوردهنده، یک قاشق اشپاتول میگنشه، قاشق کیمیایی، یک مقدار تیزاب داریم ما و تیزاب گوگرد است، تیزاب که در بطری موتر میفته. خب اینجا یک مقدار آب داریم، ما میخواییم در این محلول القلی رو بیاییم بسازیم و کاغذ لتمس، لتمس آبی و لتمس سرخ. ببینین کاغذ لتمس در محیط های القلی و تیزابی رنگش متفاوت میشه. ما اول میاییم محلول دیگه خود القلی میسازیم. خب این در حقیقت سودیم هایدروکساید است. شما ها میتونین که ببینین شه این سودیم هایدروکساید است، خودش یک القلی است، یک مقدار بسیار کمش کفایت میکنم و شما بسیار کمش که اینجا بندازیم و یادتون باشه مواد ما را باید فوری
پس دوباره به خود ظرفش برگردانیم، چون رطوبت را میتونه از هوا کش کنه و بعد مواد میتونه خراب شوه. ایره دهنش بسته میکنیم. خب حالا ما ایره شور میتوم. ای محلول ما شد القلی، محلول القلی شد، محلول سودیم هایدروکساید. اگه بوره منداختم محلول بوره بود، بوره و آب. حالا محلول سودیم هایدروکساید و خود آب است. خب این یک القلی است. خب القلی ها ما هم قسم گفته بودیم باید لتمس به رنگ آبی تبدیل کنن. القلی ها لتمس آبی می سازن. من به خاطر کی بتونم تعیین بسازم از لتمس آبی نباید استفاده کنم، باید لتمس سرخ بگیرم، چون آبی که دیگه تغییر نمیکنه، آبی خودش است، خودش آبی است. اگه می خوایم بیایم اینجا ما و شما امتحانم بکنیم شه، کاغذ لتمس آبی است. اگر یک برگ ازیر فقط شما میگیرین، بیشترش نه، یک توتیشه. خب حالا یک توتی ازیر ما و شما اگر بیایم در القلی داخل کنیم، ببینین هیچ تغییری نمیبینیم، تغییر نکرده. یکی یکمک تیره معلومه چونی تر شد، یه خشک مانده ای سمتش. اما اگر اینمی لتمس، لتمس آبی در تیزاب داخل شد، به محض که تماس پیدا کنه سرخ میشه. ببینین دقت کنین، رنگش سرخ شد. لتمس یک در حقیقت یک مواد عضوی است، تیزاب عضوی ضعیفی است، به شکل جامد تبدیلش کردن. یک معرف میتونیم ما از این من حیث معرف یا اندیکاتور استفاده کنیم. البته محیط تیزابی رو ما میتونیم توسط از این تشخیص بدیم. اگر لتمس ما آبی بود، لتمس آبی در محیط تیزابی میشه سرخ. خب اینو میذاریم کنار، حالا میمونمش اینجا، میاییم لتمس بعدی را سرخ را با هم دیگه میبینیم. لتمس که رنگ سرخ داره فقط و فقط در محیط های تیزابی القلی میتونه که تغییر رنگ کنه. خب ما یک دانه از این میگیریم. ببینین اگه من این داخل تیزاب کنم هیچ تغییر دیش به وجود نمیه، لتمس سرخ در تیزاب تغییر نمیکنه. به محض که من این به القلی بانم، دقت کن، یک دو، ببینین القلی ما خیلی قوی است، کاملا رنگش آبی شد. پس لتمس سرخ در محیط های القلی رنگش آبی میشه و این رنگ خودش تغییر کرد. اگر ما و شما مثلا فینول فتالین می داشتیم داخل از این می داختیم، این رنگش ارغوانی میشد، کل ظرف ما ارغوانی میشد به صورت کامل. این بود در مورد خود تغییر رنگ لتمس در محیط تیزابی و القلی. بخاطر که از یادتان نره، القلی به الف شروع میشه، آبی هم به الف شروع میشه، در القلی آبی میشه، این رمزش دیگهش خود به خود یادتان میمونه که در تیزاب سرخ میشه. خب ما به پایان این درس رسیدیم، امیدوار هستم که درستان فهمیده باشین. در کل تتریشن بود، یک عملیه لابراتواری بود، اما بر ما محاسباتش مهم بود که با هم دیگه کار کردیم و اندیکاتور هم که باعث تغییر رنگ می شدن. امیدوار هستم که همگی مطالب را به خوبی یاد گرفته باشین. تا دیدار بعد همگی شما را به الله یکتا می سپارم.